در زدند، محکمم در زدند. بیدار بودم ولی یه مقدار تعجب کردم، گفتم این همسایه ها خیلی بیادبند. اصولا ایرانی ها بیادب نیستن ولی این ظاهرا یه اتفاقی افتاد. دری که باز کردم میخواستم قبل از سلام بهشون بگم که چی خبره، چرا همینطوری در رو میزنید، خواستم همینو بگم، ولی در که باز کردم دیدم سه نفر کچرواری با یه حالت جدی. گفت آقای سیروس داریم میام داخل. گفتم یه لحظه صبر کنید. در رو بستم. اولین کاری که کردم ماهواره رو من قایم کردم. من گفتم این پلیس اومدن ببینم ماهواره دارم یا نه، اینطوری فکر کردم. و در رو زدن محکم، در رو باز کن. رفتیم در رو باز کردیم، ماهواره هم قایم کرده بودم یه جایی. که اولین کاری که این سه تا مأمور انجام دادن رفتن دنبال همون ماهواره قایم شده، ظاهرا میدونستن چی کار میکنم. این ماهواره قایم شده همونجوری به دست گرفتن، گفتن به به چشمم روشن، شما هم ماهواره هم دارید. گفتم خب ماهواره شما ببینید چی هست، المنار، الفرات، نمیدونم کانال های مذهبی، اخبار، این چیزی که تنها تفریح ما بود، یعنی به قول معروف، چون نه جایی میرفتیم، همش خونه بودیم، درس میخوندیم یا میرفتیم حرم یا همون میرفتیم کار میکردیم، یعنی تو دانشگاه و صدا سیما. و یکیشو به من گفت بشین. داشتن کتابامو نگاه میکردن، بعضی از کتبی که تو مونده بود تو خونم گرفته بودن، چیز خاصی نبود، گرفته بودن و کامپیوترم و موبایلم و وسایل شخصی مثل بعضی از لباس ها نمیدونم چی بود، گذرنامه مو گرفتن. کلن احساس کردم که خبر جدیه، یعنی میخوان یه کاری انجام بدن، ولی هنوزم فکر نکردم چی خبره، فکر نکردم واقعا چی خواهد اومد. و یکی از این اطلاعاتی ها قد بلند بود، نشسته رو زمین، منم رو صفای خودم بود، یه صفا ارزونیم بود تو قم خریده بودم. میگفت تو اینجا بالا نشستید، من رو زمین نشستم. میدونی منظورش چیه؟ من گفتم نه. خب خیلی مثلا نمیفهمم این کنایه های ایرونی ها، بعضی وقتا اصلا خیلی باید روش فکر کنم تا بفهمم منظورشون چیه. گفتم نه. گفت خب فقط همینو خواستم بهت بگم، بالا نشستی من رو زمینم. من نفهمیدم. بعد شیرینی دادن به ما، از خود آشپزخونه خودم اومدن شیرینی به من دادن و چای. گفت که هیچ نترس، یه جایی داره میریم، یه حکمی به من نشون دادن از دادگاه ویژه روحانیت، گفت فقط دنبال ما بیاد که بهتون بعدن میگیم چی. من فکر کردم خب فوقش صبح تا ظهر باید برم دادگاه، شاید سوال میکنن راجع به ماهواره و دیگه همین. خب زیادم انقدر نمیترسیدم، ولی چون حالت مجرمانه برخورد میکردند یه مقدار میترسیدم، چون تا حالا تو عمرم هیچ ارتباطی با این سیستم های امنیتی نداشتم، طوری که بیان خونمون بعد بیان اسباب بگیرن و حکمی تو دستشون باشه. حالا گفتم شاید حالا تا ظهر برمیگردم، اشکالی نیست. و تو دو تا ماشین بود، یه ماشینی بود این سومیه، این آقای سومیه که اسبابمو توش گذاشته، این دو نفر، یه آقای خیلی چاق و این قد بلنده هم جلو نشسته بودن، منم گذاشتم عقب. این خودشون در رو بستند و دیگه رفتن. ما هم یه لباس طلبگی داشتیم، یعنی همون یقه آخوندی، شلوار، هم پشت ماشین بودم. شروع کردن به حرف زدن، گفت که تو خونتون عکس رهبر رو دارید،
مگه مقلده ایشونید؟ گفتن نه من مقلد ایشون نیستم، ولی خب به هر حال حاکم مملکته. گفت کتاب زیاد داری؟ خیلی میخونی؟ گفتم خب تحقیقات میکنم برای همون شبکه تلویزیون جامعه سحر. شروع کردن به همون سوالا و بعد یه چشمن به من نشون دادن، گفت اینو بذار جلو چشمات. اون لحظه دیگه منقلب شدم. تعجب کردم که باید یه چشمند بگذارم و هیچی نمیدیدم، دیگه داشتم میلرزیدم. تا اون آقای بخنده، انگاری که ما رو مسخره میکردن، میگفت که ای بچی سوسول میترسه، ببین اگر خوب جواب بدی سوالا را هیچ کارت نمی کنیم، ولی اگر میخواید زرنگ بازی در بیارید پدرتو در میاریم، طوری که پدر مادرت نشناسنت. خیلی ترسیدم، طول کشید، نمیدونم ماشین کجا میرفت، سمت راست سمت چپ، انگاری که بیرون از شهر بودن. بعدا فهمیدم که دو قدم راه بود از منزل ما، توی زنبیل آباد پشت 20 متری امام حسین. ما رفتیم به اصطلاح تا دم یک ساختمون، ظاهرا میرفت داخل، یعنی زیر زمین ماشین، مثل یه پارکینگ میومد که از این پارکینگ میومد بالا، انگار یکی یه پل زیرزمینی بود، یه تونل زیرزمینی که میرن داخل، از اون داخل میرن بالا. اینطوری حس کردم چون اصلا نمیدیدم که دم یه ساختمون بود توی 20 متر امام حسین. اونجا یه جوونی بود، ظاهرا 20 ساله 19 ساله، از یه روستایی، شاید روستایی ساوه، نمیدونم. دم در منو به ایشون دادند، تحویل دادند و اونجا گفت که باید لباس بپوشید، این پیژاما بپوشید، لباستو بکن دیگه. خب لباسمو عوض کردم، یه فرمی بود ولی طوری چشمن گذاشته بودن که از زیر فقط میتونستم ببینم، یعنی فقط پاها رو میدیدم. اون موقع یه فرمی بود میگفت بنویس این پر کن که راجب فشار خون و وضعیت تبابت و این چیزا از من سو سیگاری هستی، معتادی؟ چون گفتم نه من معتاد نیستم، چیزی نمیخورم. و بعدش هم توی راه رو با دستم منو بردن توی سلول انفرادی بودم. تو سلول انفرادی من موندم، گفتم اینجا چی کار میکنم؟ یه اتاق شاید سمتریست، یو سمتر، تمیز بود، سایران تازه رنگ کردند، موکتش هم تقریبا نو بود، یه دونه لامپ کم مصرف بود که دائما هم روشن بود و همون تو اتاق یه قسمتش هم توالت بود و حموم هم بالای توالت بود، یعنی همون یه قسمتش بود. الان تو ذهنم بود که الان دارن میان، داری ظهر میشه، شاید منتظرم که شاید اینها نوبت من باشه، چند تا سوال دارن و بعد آزادم میکنن، اینطوری فکر کردم. ولی اصلا هیچ خبری نبود، هیچ خبری نبود. نمیدونم یک روز دو روز، اصلا نفهمیدم، همینطوری خوابیدم، فقط آب بود و مفاتیح قرآن بود، هیچی به من ندادن. هم گرسنم بود ولی انقدر استراب داشتم که اصلا گرسنگی اصلا معنی نداشت، غذا معنی نداشت، فقط میخواستم ببینم چی خبر. تا نفهمیدم چی شد، داشتم میخوابیدم، کی خوابیدم، یه روز دو روز بعد، چند مدت خوابیدم، دو ساعت ده ساعت نمیدونم. دیدم دو نفر منو لگد گذاشته زده بودن، منو همینطوری بیدار کردم،
با چی صدای بلند بیدار شو. منو بیدار کردند، همینطوری بلند کردند، چشمبند تو ای مچ رو سرم گذاشتن، چون چشمبند نداشتم. خب من نمیدونستم چشمبندم کجاست، کجا دارم میرم، چیکار دارم میکنم. تازه هم بیدار شدم، خستم، سرم درد میکنه، چشمبند رو بستم. منو بردن بیرون از سلول، یه راهروی بود، بعد یه اتاق دیگه بود اونجا. رفتیم تو اتاق، من نشوندن نشستند روی صندلی که جلوش دیوار بود، پشت من ظاهرا 4-5 نفر بودن، ای داشتن جیغ میزدن، داد میکشیدن، همه با هم حرف میزدن، هیچی نفهمیدم چرا عصبانیه. تا اون بازجوی اصلی من که صدای شکسته ای داره اومد، گفت، نوک زبونش هم گرفته، یعنی صداش، یعنی تا امروز اصلا تو ذهنم نمیره، و میگفت تو جاسوسی، تو اومدی مملکت جمهوری اسلامی، حکومت نمیدونم مقدس جمهوری اسلامی، اومدی اینجا جاسوسی نفوذی هستی. من گفتم من جاسوس نیستم. میگه هر جاسوس دنیا میگه جاسوسه. خفه شو، ای زدن سرم، اصلا نمیتونستم کلمه ای من بگم. فش میدادن، صدای بلند، همه با هم حرف میزدن، هم رو سرم میزدن. اینم جلسه اول ما بود و همینطوری ادامه شد، ادامه داد. هر روز 10 ساعت 12 ساعت تو ذهنم فکر میکردم 10 ساعت شد 12 ساعت. میدونستم که هر دفعه اذان بود توقف داشتن، منو میبردن سلول، غذا، یه پرس غذا میدادن، دارن کباب بود و غذاهایی که انگاری که از رستوران میخریدن برای خودشون، همون غذاهایی که خودشون میخوردن به ما هم میدادن، و همون بساط ادامه میداد. برمیگشتم به اون اتاق، کتک، ولی کتک های شدیدتر میشد. یعنی اول لگد بود، بعدش هم مش بود، بعدش هم آب یخ تگری رو سرم میذاشتن، تا بعد تنبیه میشدم. یعنی مراحل تنبیه بود، یعنی چون جواب نمیدادم، کی مسئول منه؟ سوالای عجیب و غریب، مسئول من کیه؟ روابط من کیه؟ رابطه موساد من کیه؟ از این حرفا. خب من نمیدونستم، اصلا نفهمیدم، جوابی نداشتم بگم، چون نه موساد میشناختم، نه اف بی آی میشناختم، نه آر سی ام پی بودم، نه جاسوس کانادا بودم. این سوالا برای من عجیب غریب بود. فکر کردم یه پاپوشی بود، یعنی کسی از من حسادت کرده اومد برای من یه پاپوشی درست کرد. هرچی فکر کردم اون زمان نفهمیدم، تا منو بردن تو یه هوا خوردن، برف سرد وسط زمستون قم. همین سال ظاهرا سردترین سالهای این دهه، سال 2000، خیلی سرد بود. منو همون پابرنه با یک زیر لباس زیر برف منو نگه داشتند. 3-4 ساعت موندم، داد کشیدم یا عباس، یا زهرا، یا قمر بنی هاشم، منو نجات بده، کاری نکردم. یکی اومد گفت زهر مار، تو با ذکرت، تو نجسی، تو حق نداری دهنتو باز کنید. این زدن به پهلوی من، افتادم رو زمین، همون آن گریه کردم و گفتم، التماس کردم که دیگه توقف کنن. اصلا انتها نداشت، نمیدونستم کی تموم میشد. تا یکی از بازجوییم یه روز بعد اومد و گفت که یکی از بستگانت مرد به درک، و شروع کردن به فشارهای روحی. شروع کردن گفتن که ما میریم دنبال والدینت تو آمریکا، داریم میریم فرانسه، دونه دونه اینا
یه تصادفی میکنن، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، که واقعا هم باور داشتم، میگفتم خب دنیا کوچیکه، راحته برای اینها، ریش میتراشن، کراوات میذارن، میرن خارج هر کاری میخوان بکنن. ولی توی بازجویی هرچی که عمیق‌تر میشد میفهمیدم که در کانادا و در آمریکا مأمورین زیاد دارن، یعنی روابطی که با وزارت اطلاعات کار میکنن زیاد دارن، یعنی میان نفوذ میکنن، یعنی زیاد از لحاظ تعداد نیستن ولی زیاده، یعنی قابل توجهه. شاید اینطوری بگم، تو هر مرکز مذهبی شاید 2 نفر باشه، 3 نفر باشه، خیلی زیاده. توی جمع 50 نفره خیلی زیاده، یعنی اشخاص دارن، بعضیشون ظاهرشون معتادن، ظاهرشون غیر مذهبی هن، غیر دینی هن، اما بار خودشون دیگه. الان کلن فهمیدم، چون سوالایی که میکردن سوالای خیلی عجیب و غریب بود، چون سوالایی بود که فقط افرادی که با من بودن در کانادا، که با من بودن در آمریکا میدونستند، چون به هیچ کس تعریف نکردم. تا بازجویی تموم شد، آخرش یه اعتراف دروغی نوشتم که بله من مأمور RCMP کانادا هستم و FBI، و با آقای شان آشنا شدم، اینم مأمور بود و فلان فلان، از این حرفا، که بچه 8 ساله میخنده، یعنی اصلا مسخره است، که خونه خودم تابعی کانادا هم، نه تابعی آمریکا هم، این مسخره است. آرش هم تموم شد و قاضی اومد توی سلول، قاضی عبداللهی، یه آدم بسیار عقده‌ای، بسیار عقده‌ای. فقط یادمه موقعی که اومد از بوی عطرش، عطر روغنی میذاشت، مشک بود مخلوط با گیاهای دیگه، دیگه اصلا فراموش نمیکنم، نه بوهای اینها، نه صداشون، نفرت شدید پیدا کردم. و میگفت که شما توبه میکنید، ندامت دارید؟ گفتم بله. خودم موندم، یعنی چی بگم؟ بگم همش دروغه، من اعتراف دروغی گرفتم؟ فقط گفت که شما باید خجالت بکشید، چی کار کردید به این حکومت مقدس جمهوری اسلامی؟ شروع کرد به نمیدونم نصیحت کردن که اکاش شما اصلا نمی اومدید قوم، تو این لباس نمی اومدید و از این حرفا، تا دیگه گفتم مجبورم کردن بگم من جاسوس، من جاسوس نیستم، من کاری نکردم. امون آن نگاش خیلی تون بود، گفت خفه شو، ظاهرا خیلی رازداری که کشف نشد، باید برگردی همونجا از روز اول، از اول سوال ازت بکنن. دیگه داد کشیدم، گفتم خواهش میکنم شما ما را دیگه کتک نزنید، من خسته شدم از این حرفا، تا یکی دستشو گذاشت رو دهنم که دیگه حرف نزدم. قاضی رفت گفت خدا رو شکر کن که اعدامت نمیکنیم، اعدام نمیشی. بعدش هم دیگه موندم تو سلول تنها، دیگه هیچ کس نمی اومد دنبالم، سوالی دیگه نبود، یعنی فقط 2-3 بار دیگه تموم شد. سوالای علکی و ابتدایی بود، یعنی این آقای شان موساد بود یا FBI بود، نمیدونم این خانومی که محجبه بود در مسجد، این یهودی بود یا بهایی بود، این سوالایی که اصلا چی دارن میگن، اصلا هیچ کس رو نمیشناختم، همینطوری داستانی داشتم بافتم تا منو ول کنن، از اینطوری بود، خیلی عجیب و غریب بود. آخرش تموم شد، صبح بود، گفت که باید بری دادگاه، دادگاه ویژه روحانیت. رفتیم دادگاه، اونجا به اصطلاح رفتیم پیش دادستان، آقای نجفی بود، ترک بود، از یه روستاهای تبریز.
بعد میگفت باید بری پیش دادستان کل آقای عبداللهی. بعد فهمیده همون آقایی که اومد تو سلول، گفت که خدا رو شکر کن کارت نمی کنیم. و من میدونستم کاری نکردم، این همش داشتن بهانه می گرفتن که منو اذیت بکنن، اما نمیدونستم حکمم چیه. حکم میدن منو تبرئه میکنن، منو تبعید میکنن، چی کارمون میکنن نمیتونم. یکی از بستگانمون که وکیل بودند پای یک دادگستری تهران و تونستیم یه اف بگیریم، یه نامه اف نوشتهشون کردن و همون آن دادستان اعلام کردن که من بتونم از سلول بتونم برم منزل دیدن خانوادم، که بعد از یعنی 3 ماه من سلول انفرادی بودم که برای اول برای 48 ساعت تونستم بیام خونه. فقط به من گفتن که شما هیچ حرفی نزنی، سوالایی که از شما گفته شده توضیح نده، تکرار نکن. برگشتی رفتیم خونه، برای بار اول دیدم که لباسایی که نگه داشتی بودن بعد از 3 ماه اصلا انقدر بزرگ بودن که نمیتونستم لباس بپوشم، خیلی لاغر شده بودم. دیگه رفتیم منزل، دیگه همون آن دیگه خیلی از گریه و خوشحالی و استراب و همه حالات روحی روانی داشتم با هم، میگفتم که کی ما از این مملکت میریم، ما اصلا اشتباه کردیم اومدیم ایران. خصوصا افرادی که توی مؤسسه های مذهبی که در لندن هستن، در کانادا هستن، در آمریکا هستن، اینا از جاسوس های جمهوری اسلامی هستن و اینا اصلا آدم های سالمی نیستن اصلا. واقعا از کلن از مؤسسه های مذهبی میترسیدم، گفتم که اگر من برگردم کانادا یا برگردم غرب اصلا با اینا کاری نخواهم داشت. ظاهراً به ما گفتن که شما منتقل میشیم مرکز زندان مرکزی لنگرود، گفتن که شما عفو خوردید و نمیدونم حکمتون 9 ماه هست و از این حرفا، یعنی در واقع حکم 2 ساله بود، و بعدش هم به ما عفو دادن و گفتن که شما شرط 1 به کشور بر نگرد، 2 حرف نزن، حالا البته اصطلاحای دیگه گفتن هیچ حرفی نمیزنید، کتکی کنو زدید و ننی من غریبه و از این حرف ها ما نمیخوایم بشنویم، هر جای دنیا باشه اگر این کارو بکنی پدرتو در میاری. گفتم باشه. و خل لباس مسلم منو خل لباس کردند و دیگه رفتیم لنگرود.